اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نکاتی که میخوام خدمتتون عرض بکنم خیلی مهمه، منتها شک دارم بگیرید چی میخوام بگم یا نه. یعنی از خدا یه روزی من از سن و سال شما میبودم یکی میاد این حرفا رو من بزنه، به خدا چقدر جلو میافتادم. و بحثم هم کاملا اندیشه‌ایه، فکریه. تا شما اندیشه درست نشه، اصلاح نشه، راهبردها درست نشه، هیچ حل نمیشه. همین صبحی ما 6 صبح زدیم رفتیم چند تا جلسه داشتیم، الان اومدیم اینجا. اینجا هم بلافاصله باید برم، من تا ساعت 9 شب اینجا پشت سرم جلسه دارم. یعنی جوری جلسه دارم که فقط نماز لحاظ شد، حتی نهارش هم دیگه لحاظ نکردن دیگه. خدمت شما عرض بکنم که همین الان یه جلسه بودم، مسئولین سیبیل به سیبیل نشسته بودن پشت سرم، هم بس خوش این گلی یه کاری. هر چی فکر کردم که من نسبتم با این آدم ها چیه نتونستم بفهمم، چون هیچی نمیفهمیدم. چرا هیچی نمیفهمیدم؟ چون بحث اندیشه ایش مشکل داره. این اگه یکی نفر تو جوونی براش جا بیفته خیلی چیز براش حل میشه. اصلا مشکل ما الان تو انقلاب اینه که مسئولین هم نمیدونن انقلاب چیه، به خدا نمیدونن. فهم کنم ما اومدیم فقط مثلا شما بنوزیم بیرون، اصلا این نیست، یه جزء کوچیکی اون کنار، حالا شما هم انداختی بیرون. تا اگه نفهمی که اصل ماجرا چی بوده که ماجرا حل میشه. برای همین هم باید یه نگاه یه خورده کلانتر، راهبردی و تمدنی به شما بدم. میخوام اینو دقت کنید، رهبر مملکتم تا الان بنده خدا دیگه زبونش مو در آورده انقدر داره میگه اینا رو. بعد جالبه هیچ کم بلد نی، جالبه این مباحث هم ایشون تو عمدتا تو جلسه دانشگاهی میاد مطرح میکنن، دیدار دانشجویان. چون انتظارش یعنی چیه؟ از قشر فرهیخته جامعه است دیگه، عوام که نمیفهمه اینا یعنی چی. ایشون میگه ما برای اینکه به اون مقصود خودمون برسیم چند مرحله داریم. مرحله اول انقلاب اسلام، مرحله دوم یکی بگه ممنونم ازتون نظام اسلامی، مرحله سوم دولت اسلامی، احسن، مرحله چهارم جامعه اسلامی، مرحله پنجم تمدن اسلامی. الان میگه یعنی چی؟ برای همین مشکل ما همینه. و همینجا الان میگه یعنی چی؟ بعد میره معلم میشه، بچه این بدبخت مردم هم همینجور بار میاری. اما اگه الان بفهمی میتونی به زبان ساده اون بچه رو از ابتدا، کاری که یهود کرده، کاری که یهود با بچه هاش کرده، بچه 5-6 سالش میدونه رسالت تمدنی داره، میدونه نیومده یه اسرائیل درست کنه، اومده تمدن جهانی رو زیر سلطه خودش بگیره و تمدن صهیونیستی خودش رو بسازه. بچه 5 سالش رو میدونه میخواد چیکار کنه، توجیه میشن، هویت پیدا میکنن، نقش پیدا میکنن، برای همون محکم میجنگن. تو همین پرونده مویزیسی ها کیس اطلاعاتی یهودی دستگیر شده که عزیز من بابا بزرگش یه شبه مسلمون شده بوده، همین مسلمون علکی ها، بابا بزرگش یعنی بابا بزرگ یهودی بوده مخفی کرده، بابای یهودی بوده مخفی کرده، این بابا هم یهودی بوده مخفی کرده، هیچ که نفهمیده. برای چه رسالتی؟ به این میگن جهاد. انصافا مجاهده یا رو سه نسل قایم بکنی دو تا زندگی داشته باشی، بیرون یه اسم داخل یه اسم، بیرون یه تیپ داخل یه تیپ دیگه، یه آدم دیگه باشی. برای چه؟ برای یه هدف، هدفی که بابا بزرگ الان مرده، بابا هم مرده، بچه داره میبینه و داره بچهش و نوهش همونجوری بار میاره. اما تو چی؟ 2 سال بعد برنامه نداری. ما هر پیغمبری، شما قرآن قصه کلثوم نمیده تعریف بکنه عزیز من، که هی قصه پیغمبر رو میگه اینا دلیل داره. تا شما زبان تمدنی نداشته باشی نمیفهمی اینا چیه. اصل ماجرام تربیت است. اینا رو خب بر من اصلا نمیخوام سخت و ثقیل صحبت بکنم، میخوام راحت راحت بگم همه متوجه بشن.
و یه باری رو دوش شما بذارم از اینجا برم. ببینید هر پیغمبری سر کار آمد، اولین کاری که کرد با جبهه کفر شروع کرد جنگیدن، نه با کافر. تصور ما اینه که کافر یه نفره، یه فرعونی بود، یه الاغی بود اونجا، حضرت موسی زد چپش کرد. این نیست. جبهه کفر ادبیاتشو تولید میکنه، جبهه کفر اقتصادشو میسازه، رسانهشو میسازه، آموزش پرورششو میسازه، همه چیشو میسازه. حضرت نوح خیلی پیغمبر صبوری بوده، 950 سال قبل طوفان پیغمبری کرده، خیلیه. اینقدر میومد تبلیغ میکرد، میگرفتن میزدنش. دو روز میرفت کما، تو تفاسیر داریم ما، میرفت تو کما، بعد دو روز دوباره بلند میشد میرفت تبلیغ. فوشش میدادن، مسخرش میکردن، تمسخر حضرت نور رو ویژه قرآن یاد کرده. اصلا ما داریم زندگی، ما داریم عشق میکنیم، بلایی سر حضرت نوح آوردن که نگو. اما یه جا این نوح صبور میگه خدای دیگه عذاب برسون. چرا؟ بریده کم آورده؟ نه، میگه دیگه بودنم فایده نداره. پیغمبر اومده چیکار کنه؟ مردم هدایت کنه. میگه دیگه نمیتونم کسی رو هدایت کنم. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینجا گوش کنه، میگه آموزش پرورش افتاده دستشون. ولا یلدو، اینا دیگه نمیزان، بچه جدید بینشون به وجود نمیاد، الا اینکه یا کافر میشه یا فاجر. میگن چی؟ یعنی چنان ساختار تربیتی رو براشون حاکم کردن. الان شما یه بچه مسیحی رو بردی بیاری مملکت دیگه، برداری بیاری اینجا بزرگ کنه، بچه چی میشه؟ مسلمان. غیر اینه؟ میگه ساختار تربیتی رو از ابتدا دیگه دستشونه. چه درکی شما از بیستی داری؟ انقدر میگم بیستی، به زرس قاطع میگم یک صدومش هم نفهمیدیم، مسئولین رو هم نفهمیدم، چون فقط مواز جنسی رو دیدن تو بیستی. من اینجا برای شما تشریح کنم SDGS، سند بین المللی SDGS چیه، که یک بخش جزء اون بیستیه، شب از ترس خوابتون نمیبره. اونا دارن فرهنگ رو میارن به دست میگیرن، آموزش رو به دست میگیرن، اقتصاد رو به دست میگیرن. یعنی یک اتفاقی میفته، یعنی اصلا اینکه تو بچه خودته، تو خونه تو به دنیا آمده، اما تربیت دستونه. و من ببینم پسر حضرت نو کدوم وری شد، زن حضرت نو کدوم وری شد. میگه خدای تمومش کن، من زن و بچه خودم هم دیگه نمیتونم کاری بکنم. چرا؟ میگه مسلط شدن، ساختار ساختن. یه موقع است تو یه جوری میگیم یه دعوایی میکنه با یکی، یه موقع است یارو جبهه داره، تانک داره، هواپیما داره، اونو دیگه چی میخوای بری باش دعوا کنی؟ میگه اینها در اشاعه کفر و فرهنگ خودشون هرچه هست، اینا مسلط مسلطن دیگه. نوح بود و نبودش هیچ فایده نداره، یک نفرم دیگه نمیتونه مؤمن کنه، پس عذابتو برسون. اینو به شما بگم، تا موقعی خدا امید داشته باشه به هدایت انسان‌ها، پیغمبر میفرسته و فرصت میده به اون پیغمبر. و هیچ پیغمبرم حق نداره بپیچونه بره ها. حضرت یونس تصمیم گرفت اون شهر رو خودش ترک بکنه، خدا چه بلایی سرش آورد؟ گفت برگرد، تو چیکاری بیا خودت تشخیص بدی؟ منو خدا تشخیص میدم، برگرد ببینم. ساختارها رو به دست گرفتن، نهادسازی کردن. من برای شما، من که مثال بزنم، ما حکایتمون الان حکایت راند کامیونیم تو مملکت خودمون. صبح که میخواد کامیونش روشن کنه، کامیونه مال کی؟ مال 60 سال پیشه، 70 سال پیشه. بلند میشه، هنوز تو مثلا تو خود آمریکا دیگه از این ماکا ندارن که ایران الان داره استفاده میشه. بعد یکی از این ایرانی ها میگفت، میگفت من باباش از این ماکا جنگی قرمز داشته، عکس دانشجو آمریکا، باباش عکس میفرسته به رفیقش، میگه این عکس مال کیه، مال کیه؟ میگه بابا همین الان گرفته. میگه این ماشینه رو کجا برده؟ میگه داش کار میکنه. میگه کار میکنه؟ میگه رفته بود این عکس رو گفته بود بدید بزنیم شرکت ماک، بدید به شرکت ماک. برای باباش یه دونه موتور ماشین ماکای جدید و نو فرستاده بودن هدیه، که ما شرکت ماک از این به عنوان چیز استفاده کنه، تبلیغات استفاده کنه. این 70 سال الان داره جدا کار میکنه. یکم دقت بکنید، من غرضم چیه؟ مثلا زیاد
من 10 جلسه سخنرانی میخوام خلاصه کنم، خودم یه خورده استرس گرفتم کجاشو بگم به خدا. غرض این که این سیستم ماکه نیستش که صبح روشنش میکنی استارت نمیخوره قلقشو خودت بلدی فقط. آقا میبینی یه تیکه جعبه آتیش روشن میکنن میزنن زیر ماشین گرم بشه، روغنش گرم بشه، بعد روغنش گرم شه بعد تازه شروع میکنن قلق داره، یعنی هیچ کی با ماشین طرف نمیتونه. اونا اینجوری نیست، اونا ماشینشون مثل چی شده؟ مثل قطار مترو شده. این بنده خدا که میشینه توش یه دکمه میزنه میره ایستگاه بعدی یه دکمه میزنه وای میسته. یعنی ساختارها رو درست کردن، راننده زیاد نقش کلیدی نداره، برای همین رئیس جمهورشون عوض میشه اتفاق خاصی نمیفته. ما اونا سیستمشون اون شده، سیستم حکایت اون ماشینی که فقط خودمون قلقشو بلدیم، برای همین هر رئیس جمهور عوض میشه کن فیکون میشه مملکت. تمام سیاست ها تو دولت احمدی نژاد سیاست آموزش پرورش یه چی بوده، دولت روحانی چی دیگه، یا 90% 180 درجه میچرخونه. معلم بدبختن میبینه چیکار باید بکنه، این میخوره به این در، این میخوره به این در تو ماشین. متوجه چی میگم؟ ساختارها باید درست شه. وقتی ساختارها درست بشه اصلا تو نمیتونی خطا بکنی، تو نمیتونی بیرون ساختار بازی کنی، چون برای تو نقش تعریف شده و شفافیت وجود داره و تو زیر نظری، دست با نمیتونی خطا کنی ولو اون ساختارم قبول نداشته باشی. نگاه کن، حضرت سلیمان از اون پیغمبر هست که ساختارش رو بیاده میکنه، چه اتفاقی میفته؟ میشه بفرمایید از کیا کار میکشید؟ چه جنایی؟ کافر و افریته براش حمالی میکردن. قرآن هم تأکید میکنه که دلشون هم راضی نبود، یعنی تا دلشون نبود کمک کردن به حضرت، میترسیدن. چرا میترسن؟ چون تو ساختار حضرت سلیمان اینا حل شده بودن. یه آیه قرآن منو زندگیمو کنفیکون کرد، نگاه هم رو به بحث تمدنی. با خودم میگم خدایا لایق نبودیم تو سن پایین ترین آیه قرآن رو با تفسیرش بشنمیم. اما من خواهم آیه رو شما بگم. آیه این بود یا ایها النبی، آیه ای پیغمبر ما، یا ایها آی با تو هم، تو چند تا می تاکید داره، جاهد الکفار والمنافقین، با کفار و منافقین بجنگ. اینم برای من سوال بود، شما رو بحث نفاق خیلی کار کردم، 5-6 جلسه سخنرانی دارم، پیشنهاد میکنم گوش کنید، بحث اخلاقی خوبی توش مطرح شد. بعد منم خدایا اصلا نفاق رو با شمشیر نمیشه بین برد، برای چی میگه جهاد کن با کافر و منافق؟ کافر رو فهمیدی باشو میجنگی، اما منافقی که اصلا نمیشه با شمشیر، منافق اینه که مثلا تو با شمشیر باش بجنگی منافقه رو فقط میکشی. یه سیستمی داره منافق میسازه، اون سیستم چیه؟ اون دستگاه، اونو نمیتونه بین ببری. اون چجوری بین میره؟ فقط فرهنگ سازی، فقط تربیت، یعنی یه کاری میکنی از بیخ دیگه منافق تربیت نمیشه. تا حالا مثلا وقتی شما سوال میشه میگه خدا پیامبر چرا برخی از صحابه منافقشو نکشت؟ میگه یه در تنگه عقبه میخواستن پیامبر رو ترور کنن، اسمشون هم اومده کیا بودن؟ حذیفه ابن یمان اینو دید، از بعد از اون معروف شد به حذیفه منافق شناس. گویا رسول گردنشونو بذارم از اون فایده نداره. تو این محصول کارخونه رو میکشی، کارخونه که سر جاشه که. پیغمبر و منافقا جهادی نداشته، اما با کافر و مشرکین انقدر جنگیده که نگو بعد احد خنده با منافق میگه حولک دورتن منافقا تو مدینه. اینا کی هم اینه که دور پیغمبر باشه تو مدینه؟ قطعا صحابه پیغمبره. میگه که تعریف برادران اهل سنت صحابه اینه که کسی که پیغمبر دیده باشه، هر کی پیغمبر دیده باشه میشه صحابه. میشه مگه یارو تو مدینه باشه پیغمبر ندیده باشه؟ الان تو بحثای رجالی دقت کن، شما وقتی حدیث داری نقل میکنی، این داره بر مبنای مبانی رجالی اهل سنت بهتون میگم، حواستون جمع کنی، داری حدیث نقل میکنی اگه از صحابه باشه معتبره، متوجه ای؟ بعد میگیم فلان کسک چی؟ میگیم صحابه است. میگه چطور صحابه است؟ میگه آقا این از بنی ثقیفه، یعنی از فلان قبیله است، از فلان قبیله و عشیره بودن دلیل میشه آدم موثق باشه؟ میگه آره. میگه چرا؟ میگه چون در تاریخ داریم بنی ثقیف همه در حجۃ الوداع شرکت کردن، یعنی اون حج آخر پیغمبر، چون همه قبیله عشیره رفتن شرکت کردن، پس حتما تو حج پیغمبر چیه؟ دیدن. وقتی دیدن میشن چی؟ قرآن تاکید داره که تو مدینه دور خودت منافقن.
و پیغمبرم نمیتونه بین ببرش. و بعدشون هم موتور انقلاب پیغمبر میارن پایین. نمیارن؟ انقلاب پیامبر چند سال بعد از منبر پیامبری که مثل یزید رفته بالا. موتور این انقلاب پایین نیومده؟ چرا؟ همیشه سوال بود برام، یعنی چی با پیامبر این کارو نکرده که؟ این یعنی چی؟ نمیفهمیدم دیگه اونون. برنیست همیشه بفهمی. تا اینکه یه توی تفسیر از معصومین جوابش دیدم، دیدم عجب نکته ای. همین دیروز اینو من برای یکی از اساتید هیئت علمی دانشگاه امام صادق داشتم میگفتم، بنده خدا اش تو چشش حلقه زد برای این روایت ها، چون اون میفهمن چیه این، چقدر میارزه. یا موقع هست یه حرفی میبینه بچه میزنی میگه این آقا این، من بچه خودم با این لپتاپ من فقط غذا میخوره، یعنی چه باید این روشن کنی باش بازی کنه تا غذا بخوره، نقش این چی براش؟ آه یه موقع هست یکی میفهمه یعنی چیه، چه کار اون کارایش برای این چیه که یه چیز پخش کن توجه من جلب کن غذا بخورم. روایت این بود، جاهد الکفار و المنافقین، یعنی جاهد الکفار بل منافقین. ای پیغمبر با منافقا کفار رو بینشون سر جاشون، یعنی یه جوری برنامه ریزی کن منافقه مجبور بشه بره به جنگ. یعنی ساختار سازی. متوجه شد چی شد؟ چقدر قشنگه. و دقیقا همین هم داریم، برخی از این منافقین تو رکاب پیغمبر هم جنگیدن. خوبه نداشته باشی. ما 40 سال الان مشکلمون میدونید چیه؟ ساختار نتونستیم بسازیم. ساختارا مال کیه؟ مال شاهه. ما چی عوض کردیم؟ دیواراشو رنگ زدیم. بانک تجارت اسمش شد بازرگانی. حل دیگه، انشالله ساختار بانکیمون درست شد دیگه. ربا جمع شد. آقای دکتر روحانی تو برنامه تلویزیونی دعوتش کردن، قبلش که میفرمود که همه مشکلات تقصیر دولت چیه؟ قبلیه. حالا 4 سال گذشت دیگه، دولت قبلی میشه خودش. نمیشه گفتی. تو مصاحبه تلویزیونی با آقای رشید پور بود اشتباه نکنم، ایشون یادم با یکی یا موجود دیگه برگشت، با آقای فکر کنم حیدری بود، برگشت گفت این مشکلات اقتصادی مربوط به قبل از انقلابه. از 4 سال رفتیم روی 40 سال. من عینا نقل قول میکنم، من گزاره بعدی رو صفویه میدونم چون 400 سال بعده، بعدیش هم کوروش و اینان بندگان خدا باید بیان جواب بدن. خب غرض میدونین چی؟ اینکه چرا گیج شدن نمیدونن چی دارن میگن؟ چه نه خب ببین، بیا در این دعوای خلوچلبازی چپ و راست بیاد بیرون. شما فراتر از این جریان سیاسی، عقلتون رو بند این جریان سیاسی نکنید، آزاد و رها فکر بکنید. برای چی اینجوری گیج شدن؟ این چرا؟ چون این نفهمیدن این ساختارها و دولت سازی یعنی چی. دولت نه یعنی دولت چیزا، قوه مجریه. دولت یعنی حاکمیت، یعنی قوه قضاییه، یعنی مجلس. دولت یعنی حکومت اسلامی، نه که مثلا قوه قضاییه الزاماً میدونه داره چیکار میکنه نمیدونه. چون ساختارها باید درست شه. آقا بعد از انقلاب انقلاب شه، افرد و استادای دانشگاه کروات نزنن تحریش بذارن، حل انشاءالله کل منابع متون علوم انسانی ما اسلامی شد. توهم زدی؟ ساختار مال اونه، تو هر کاری کنی تو زمین اون بازی کردی. تو را گذاشتن راننده لوکوموتیو برقی، ته کاری که میتونی بکنی 1 دقیقه دیر حرکت کنی از ایستگاه، بیشتر نقش نداری. اون 1 دقیقه هم دیر حرکت کنی چنان رسانه رودزومن پوست تو کندن. برای این میشه که آمریکا رئیس جمهورشون عوض شن، اروپا عوض شن، هیچ سیاستشون تغییر نمیکنه در مورد دنیا جهان فلان. در مورد اسرائیل چه فرقی کرده؟ چون راهبرد ساختارش گیری آمریکا خدمت به اسرائیله، به صهیونیسم جهانیه. من به عنوان آمریکا شناس اسرائیل شناس به شما میگم، من هم مسئول مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل بودم، رژیم صهیونیستی بودم، هم نزدیک 1 سال عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم. این که حالا خودمون جدا تو جلسات چطور صحبت می‌کنیم یه حرفه، اما بنده این هنر رو دارم اینو به زبان مردم بیام آروم و ساده و زبان همه فهم بیام بگم، یه بحث دیگه است.
یعنی ما دو تا رایفی داریم. بعضی از این آقایون با ما تو جلسات خصوصی کلا میریزن به هم، میگم پس اون کو، میگم اون مال جلسات عمومیه. من تو جلسات خصوصی بسیار خوشگم، بسیار جدی و کاملا فکری اندیشه‌ای، اما جلسات عمومی باید یه جور حرف بزنه ملت بفهمن دیگه، نمیخواد بره اظهار فضل بکنی که. دقت بفرمایید، ما اینجا بحث ساختاریمون رو درست نکردیم. این مقدمه‌ام بود، حالا براتون تون تون گزاره‌های تاریخی رو براتون میگم، بعد خودتون میگید همتون تایید میکنید. جبهه کف جبهه هست، اقتصاد داره، آموزش پرورش داره، همیشه. حالا پیغمبر خدا میخواد بیاد جبهه الهی بسازه، خیلی کار سختی داره. اولین کاری که باید بکنه چیه؟ اونو بشکونه، مردم به اون بی‌اعتماد کنن. دقیقاً پیغمبر همین کارو میکردن، میگشتن ببینن شاخصه این جبهه چیه. فرعون یه مثلث داره، با اون داره دنیای خودش رو داره میکنه. یک ملع قوم، آیه قرآن بخونید، یه ملع، ملع یعنی گنده های قوم، بزرگان جمع میکرد، پیش اونا حرف میزد، اینا میرفتن به بقیه میگفتن. تاییدیه اینا یعنی مقبولیت اجتماعی براش مهم بود. فکر نکنید فرعون گفت هر چی من میگم شما فکر کنید غلط کردید، نخه. فرعون چه حضرت موسی میاد دعوت بکنه، میبینی چی میگه؟ خیلی جالبه، مردم رو تذکر میده به دینداری. فرعون میگه که این اومده دین شما رو خراب کنه ها. ملأ قوم، هی میگه و ملأه ملأه ملأه. ساختار صهیونیسم جهانی این الان داره، سازمان ملل، شورای امنیت، گنده های هر کشوری رو جمع میکنه، تو اونجا تصمیم میگیرن برای کل دنیا. دو، و جنودهی، و فرعون و هامان و جنوده ما. ساختار نظامی که اگه حرفشو گوش ندی پوستتو میکنم، قوه قهریه داره، اینا ندارن، ناوشو میفرسته یه مملکت، رئیس جمهور عوض میشه. در این کشور آفریقایی مردم رأی دادن به یه آدم مخالف آمریکا، ناوشو فرستاد تورا، رئیس جمهور عوض شد. شما ما رو نگاه نکنید ایرانی انقدر شاخ و چیزی پر رویم، بقیه جای دارن که رفته سرباز، یارو رفته اسیر گرفته آورده اینجا، ملافه گلگلی زده پشت سرش، ازش مصاحبه گرفته، بعد بی گریش انداخته، بعد یه نظامی رو میده لباس نظامی ازش تنش در بیان، ناموسش ازش گرفتی، کت شلوار تنش کرده فرستادشون بر، اون کت شلوار فوشه برای نظامی. شما ایران کلا کار نداشته باشید، داستانش کاملا جداست، اما بقیه دنیا رو ببین همینه. ژاپن چرا اینجوری می سبحان ربی الامریکا و به حمده، قدرت نظامی. کره جنوبی چرا میگه این کره شمالی میخورده تا من نباشم ها، قدرت نظامی. military options on the table، هی میگه گزینه‌های نظامی روی میزه. مورد سوم ایدئولوژی فرعون بود. ایدئولوژی فرعون چی بود؟ کهانت و سحر. وقتی میخواد حضرت موسی رو بزنه با کی میاد؟ با ایدئولوژیستاش میزنه. یا مناظره بود اون روز که اومدن عصاها رو انداختن، مناظره بود، منتها چون ایدئولوژی اون موقع چیه؟ کهانته. خدا دقت بفرمایید پیامبرش رو، معجزه‌ای که داره برای زدن اونا، دقیقاً از جنس چیه؟ اون نخ تسبیح، نخ تسبیح دونار رو هم جمع میکنه، اون ایدئولوژی خاص و برتر و اون شاخصه‌ای که ویژگی حکومت فرعونه. حالا حضرت موسی رفته سر، اولین کاری که میکنن اونو میزنن، پیغمبر الهی. ببین چیکار کرد حضرت موسی، رفت به فرعون گفت بیا آدم شو. گفت نمیشه، من یک ساعت بحث خلاصه کردم، همین بود. بگو نمیشه، خب یکی که اومد عصا رو انداخت. عصا چی شد؟ اونا چی؟ عصا اژدها شد. قرآن میگه اژدها یعنی مار گنده سریع، مار بزرگ سریع میشه. اون عبارت عربی که بخوام برای میگه اژدها، یکی این چیزه که تو کارتون ها شما دیدید بال دارن، این چیزا نیست، مار بزرگ سریع، نه این مارای خپله. جست میزد، میگن فرعون رو تختش جلوی ملعش ادرار کرد به خودش از ترس، تموم شد. فاتحه فرعون همونجا خونده شد. یه تو دهنی اول میزنن که ساختار کفر رو بشکنه. مثلا چی میگن؟ یه تو دهنی. زمان حضرت عیسی بحث اول و اینکه تمدن روم به خودش مینازه پزشکیشه، دانششه. یه آقای اومده ادعای پیغمبری داره میکنه، یه پزشکی خیلی کارش درست باشه میگن چی؟ مرده زنده میکنه آقا، واقعا مرده زنده میکنه. در زمان پیامبر رسوم جاهلی
رسوم جالی. من رسوم جالی بعد برای شما میشم 5 جلسه صحبت کنم. ازدواج اینا چی بود؟ فلان اینا چی بود؟ اصلا خیلی چیزا نمیدونید. قسم به حضرت عباس میخورم نمیدونید. که اگر میدونستید یه دونه شبهه براتون نمیمون در مورد کارهای بزرگی که پیامبر اسلام کرد. یعنی اون این شبهات کجا برای میشینه؟ از نداشتن سواد و علم بین بچهای ماست. و کمکاری آقایونی که بعد کار میکنه، کمکاری حوزه ما به صورت ویژه و کمکاری دانشگاه ما کمتر. چون دیگه توی اخوند که بعد انتظار رو میداشتیم که تو بعد میومد میگه حالا دانشگاه میگه بعد انقلاب هیچ عوض نشده، استادا رو گفتن تحریش بذار، تو که حوزه ای که تو بعد میرسونی به مردم نرسوندن. ببین شعر تو اونجا یعنی خدایی میکرد شاعر. یه معلقات سبعه ما داشتیم تو کعبه، تو خود خونه کعبه. 7 تا تناب آویزون بوده، 7 تا کاغذش ازش آویزون بوده. کسی سواد نداشته. اونجا مثلا یه دونه دو هفت شب جزیره عربستان 17 تا با سواد داشته. می نوشتن اونجا، اما همه سنت حفظ کردنش حافظه‌ای خیلی قوی داشتن، چون کار کردن، تمرین کرده بودن. شما دیدید مثلا یه روایتو شنیده طرف میاد بعدن کاملا نقل میکنه حافظه‌شون؟ ما چون خیلی می نویسیم دیگه چیز میکنیم دیگه، اعتماد میکنیم به این، از دستمون میره. این معلقات سبعه چی بود؟ شعرهای تاپی بود خب که رو دست شعر نبود. چی میشد اونجا؟ نصب میشد، این که پابلیک بعد میبود، عمومی بود و دیپلماسی عمومی تاثیر داشت، یعنی مردم نظر بود. عجب شعری. همین یکی از این اشعار مال 70 سال قبل پیغمبر بود، هنوز کسی نتونسته رو دست شعر بگیره، مال امرالغیث بود. که اون شعر برداشته میشد، کسی میومد یه شعر قشنگتر میگفت، میرفت کنار اون آویزون میکرد. اولا یعنی باید جز کاندیدا میشد و هر شعری نمیرفتن آویزون کنن، چون اگه این کار میکرد تمسخر میشد، فردا نمیشد تو خیابون را بره. بعد یانو میگن اگه خود یارو شاعره زنده بود میومد میکرد، نبود بچهش، نبود نوش، نبود نتیجهش، میومد میکرد. یکی از این شعرها این بود: دنت الساعه و انشق القمر. دنت دو تا معنی داره تو عربی، یکی نزدیک شده که پست شد. ساعه اون وعده، اون برای قیامت هم میگن ساعه، اون وعده رسید، ماه دو نیم شد. این 70 سال بود آویزون بود اونجا. این یه مصرعش بود، یه آیه قرآن نازل شد: اقترب الساعه و انشق القمر. نوه امرالغیث رفت اونو کن، گفتن آقا نکن، ما آبرو برامون نمیمونه این حرفای این آدم مجنون ساحر شاعر اینا. گفت آقا من نمیتونم نکنم، مردم دارن میشنون. برای میگفتن نشنوید مردم، دست میکنه تو گوشتون. گفت چرا؟ میگفت من نمیدونم این شاعرش کیه، اما یه مصرع گفته 70 تا معنی داره. دنت 2 تا معنی داره، اقتربه تو عربی 70 تا معنی داره. یه مصرع گفته اما 35 بیت شعر گفته. چیو نکنم؟ یارو رفت خود شعرشو کن. فرو پاشید. چون تو فرهنگ جاهلی جنگیدن یعنی چی؟ ببین اینا انقدر جمعیت براشون مهم بود، وقتی همدیگر میشه خب عشیرت چند تا آدم داره؟ ساختار عشیره یا جاهلی دیگه، ما 1000 نفریم، برو بمیر، شما 800 تایید، بدبخت. میگفت زکی بیا بریم قبرامونو بشموریم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبرای ما بیشتره، بارا جمع کن. فلان جنگ پهلوان ما زد، وسط نصف کرد پهلوانتون ها. سلبریتی های اجتماعیشون شعرا بودن و پهلوان های نظامی. گرفتی چی شد؟ سلبریتی هاشون بودن. گنده این سلبریتی ها فالوورش 5-6 میلیونی بود. کی بود؟ آقای عمرو بن عبدالوهاب. را میرفت مردم خاک پاشو برمیداشتن، وای عمرو اومد. عرب مضری سالها به واسطه جناب آقای عمرو بن عبدالوهاب فوش داده به کی؟ به عرب ربیعه و عرب یمنی. عرب مضری که شاخهاش میشه قریشی، عشق میکردن. باره بابا جمع کن، یادتونه فلان جنگ 20 تاتون یه تنه زد میزد و جونوری بودینم عمرو بن عبدالوهاب. یوی امیرالمومنین رفت با یه ضربه کل سلبریتیشون آورد پایین. تو نمیفهمی چرا بعدن با امیرالمومنین حساب کتاب کردش. میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه. میگه تو اون جنگای حقد و غضبای جمع شده بعدن خیلی نمیفهمه طرف ساختار و موقع چه چرا کی گفته با حضرت علی جنگ داشتن. من گفت یا علی چرا زدی کشتیش اینو؟ میگه خب دشمن بود، اگه نمیگشتم چه پیغمبر شهید میکرد.
بابا خب حالا من برم چی بگم، چجوری برم کاری بخونم؟ ما پرسپولیسی بودیم، 6 تا به اینا گل زده بودیم، این 6 تا رو من 50 ساله دارم میزنم تو سر اینا، رفتی 6 تا گل خوردیم. یا اسطوره داشتن استقلالی 4 تا گل، اونم که توی بازی 4 تا خوردن و پرید رفت. یکی از این بازیگرا دیدی چی پست گذاشته بود؟ یعنی بازیگر خانم گریه کرده گفته آقا 4 تامون پرید رفت. امیرالمومنین سلبریتیاشون آورد پایین، رسول الله شاعراشون آورد پایین، ساختارشون از هم پاشید. یعنی اولین ضربه چیه؟ تسبیحشون رو پاره میکنی، دونه ها که ریختن زمین نخه تسبیح جدید رو معرفی میکنی، میگه حالا همه تون بیاد برید توی نخه. چجوری بریم با قوادی که من میگم؟ یعنی برای تمدن سازی اول باید چیکار کنی؟ دقت کن، تمدن اونا رو بزنی. برای اینکه تمدنشون رو بزنی یه دونه بزنی تو دهنشون. میدونیم ما خودمون خبر به قرآن خبر نداریم، ما 40 سال انقلاب کردیم، زدیم نخ تسبیح اینا رو پاره کردیم، مونتا نمیدونیم چون شوتیم. قدرت نظامی آمریکا رو ما به گند کشیدیم، ما رفتیم ریختیم تو سفارتش گروگان گرفتیمش، هیچ کس فکر این کار نمیتونست بکنه. بارها اینا میگن بودن شما فحش به ماست، اصلا هر جوری باشید، دلار 80,000 تومان هم باشه، بودن شما فحش به آمریکاست. چرا هستید بعد 40 سال؟ چرا هنوز هستی؟ شوروی نمون، چرا شما موندید جلو ما؟ بودن ما فوشه، ما تو خودمون نمیدونیم چیم، جایگاهمون نمیدونیم چیه. مرحله اول که نشکوندن، مرحله دوم نخ تسبیح توحیده، اخلاق انسانیت معرفی میکردن و شروع میکردن آدم جمع کردن، امت میساختن، امتو که ساختن بعد دولت میساختن، دولتشون تشریع میکردن، شریعت سازی، قوانین دولتشون رو میساختن، بعد تمدنشون. تو پیغمبرا حضرت نوح و حضرت ابراهیم فقط تو دهنی ار زدن، به مرحله امت سازی هم نتونستن برسن. شما از خودتون نپرسید، این قرآن جون مادرتون، خود درست حسابی بخونید. از خودتون نپرسید می‌خواست حضرت ابراهیم آتش بده؟ خب یه آتش درست می‌کردین بغل، مگه جای دیگه ندیدید؟ یه تیر می‌ذارن، آدم می‌بندن بهش، یه خورده چیز می‌ریزن، چوب می‌ریزن که آتشش می‌دن. چرا آتشی درست کرده که اینقدر بزرگ شده که نمی‌تونستن بهش نزدیک شن؟ با منجنیق مجبور شدن حضرت ابراهیم پرت کنن، چون می‌خواست تمام آدم‌ها چوب بیارن. گو همه تون مشاری، میخوام همه تون ابراهیمو بسوزونید و همه شون نتونستن ابراهیمو بسوزونن. قرآن درست بخونی؟ تو دهنی زد به اینا، گو هیچ غلطی نمیتونید بکنید. رفت ایدئولوژیک اینا رو شکون. همه بوتا رو شکونده، تبر گوشتی گردن بوتا بزرگ میاد چی شده؟ میگه خودش بپرسید، فکر کنم گره این مردی کس نگاه کن، تبر دست خودش، زن که حرف نمیزنه. گو عجب خرایی هستید شما، حرف نمیتونه بزنه، میره میپره، خودتو میترشید میپرسید. ریختش، قرآن تایید میکنه، میگه تو دلاشون ریختن بهم، هر چن اگه بروز ندادن. شما فکر کن فرعونی که دیروز میگفته انا ربکم الاعلا، شلوار شد الا عوض کنه، آبرو برام فرعون میمونه؟ میگن یه بابای اومده با یه چوب پدر ما رو در آورده، خوردشون کرد. حالا رسید مرحله امت سازی، حضرت ابراهیم نوح نتونست، حضرت موسی امت سازی هم کرد، وارد دولت سازی شد نتونست، بنی اسرائیل پا نداد. رسول الله دولت سازی رو انجام داد، یعنی حکومت درست کرد. ببین مدینه قشنگ و جالب، اینجا بهش میگم جامعه اسلامی از مرحله دولت اسلامی که شکل میگیره آرام، کنارش یک سرطانی هست، یه انگلی هست به اسم چی؟ منافقین. یعنی تا قبلش، یعنی تو زمانی که با کفر داری میجنگی شما منافق نداری، تا دولتتو تشکیل میدی. میدونی چرا؟ وقتی دولتتو تشکیل میدی یعنی زور داری، وقتی زور داری یعنی میصرفه یه دی دور جمشن، دقت کن، یه دی که میخوان دور جمشن یعنی میماسه براشون، اما دل درگیره و کفر دارن میخوان پیش تو هم باشن، میشن منافق، یعنی کافره که شکل تو رو میگیرن. فلذا اگر ادعی معتقدن در جمهوری اسلامی ما نباید نفاق داشته باشیم، اینا هیچی نمیفهمن. پیغمبرش داشته، امیرالمومنین داشته، ما نداشته باشیم. فرمانده سپاه یمنیای امیرالمومنین اشعث ابن قیسه، حضرت داره سخنرانی میکنه که بر دست امیرالمومنین پا منبر نشسته، یعنی جزء گنده هاست، هر کسی اون بغلا نمیشینه که نشسته. بعد یای اینجوری میگه واسه صحبت، دید کاغذ میدم به سخنران، این تعریض میدم، میگفت اینی که گفتی به نفعت نیست، نه کاش نمیگفتی. حضرت نجوا بلاغه بخونید، هر چی کتابی هست به اسم نجوا بلاغه، خیلی کتاب خوبیه، وقت کردید بخونید. اینجوری برگشت، حضرت برگشت بهش گفت اسکت منافق ابن کافر، به همون یارو خفه شو منافق پسر کافر، یعنی من قبول دارم تو منافقی، اما فرمانده سپاه
یمنیای منم هستی. بابات هم کافر بود، با کفر مرد. آقا پس چرا اینه؟ میشه نباشه، منتها هنر من علی اینه که از این کار میکشم. بعضیتون براتون سوال میشه آقا برای بعضی از این مسئولین چرا پست میدن بهشون؟ این از نتیجه شوتیتونه. اگه اسلامو درست میشستید پیغمبرم این کار کرده، امیرالمومنینم این کار کرده. اصلا اینو باید کار دستش بدی و اینه کار دستت میده. بچه رو کار دستش بده و اینه کار دستت میده. یه اسباب بازی خود بده بازی کنه، وگرنه مداد برمیداره فاتح کل دیوارا رو میخونه، میره تلویزیون میره بالا، بلای سرت خودش رو زار زندگیت میاره. ما یکی از این آشناهامون، من چون آدم فنی هم یه چیزی درست میکنم، تو همسایه همون زمانی که من دبیرستانی و اوایل دانشجویی بود به من گفتم مهندس سیاره، هر که چیزی خراب میشد ما رو برمیشون بردن مهتابی رو نفت. مادرم گفت این همسایه تلویزیونشون خراب شده، میه بریم اتون باش. رفتیم ساعت 10-11 صبح بود، نمیشناختم، تازه اومده بودم محلمون. رفتیم تو خونه شو دیدم یا خدا این خونه چه این شکلیه، تلویزیون رو با کمربند میخ کرده بودن تو دیوار. این تلویزیون این صافا نبودن، تلویزیون های قلمبه بود. بود پیشونه تلویزیون رو کمربند افتادن پیچ رول پلا کردن تو دیوار. هیچی تو فاصله یک متری در دسترس آدم نمیدیدی. گفتم چرا اینجوریه؟ گفت کار ایناست. من دیدم سه تا بچه پشت سرم اینقدر آروم که یعنی شما میگفتی مثلا از این گلدون یه صدای در میاد از اینا. گفتم کار اینا؟ آره. گفت سه چهار تا تلویزیون نقطه رو خودش نا نزود بمیره بچه دستش در رفته بود. باباش بدبخت دیگه اینجوری کرد. بعد من گفتم من باورم نمیشد دیگه، ما همونجا بودیم، همونجا بودیم دیگه، میکشه داره پرده رو خدا آتیش بزنه. کبریت گیر آورده زیر پرده داشت کبریت میزد. خب دیگه مجبوری دیگه، دسترس خارج، بچه رو کار دستش. اون بچه رو بعد ببری تو حیات، خودم بالا سرش وایسی بگی کبریت کمه، بیا مثلا آتیش بزن، آتیش بپرین. منتها اینجا تو حیات، وگرنه اون تو خونه زیر پرده فاتحه تو میخونه، بیچارت میکنه، یک کار میکنه زندگیت بسوزه. یه سری از آدم ها همینن. مگه میشه تو این جامعه منافق، این جامعه اسلام چی شد؟ جامعه کفر پکندیم، امت سازی کردیم، آدم جمع کردیم. چجوری امت سازی کردیم؟ با اخلاق، با توحید، از خدا گفتیم. این دی تو فطرتش چقدر این دوست داشتنیه. میگه آقا زنده به گور نکنیم بچه ها رو. 13 سال فوش خورده تو مکه که میتونه تو مدینه حکومت تشکیل بده. میگن خیلی مهربونه، خیلی با اخلاقه، حرف حساب میزنه. درستم حرف میزدن، مردم بلد بودن با مردم ارتباط برقرار کنن. نمیان میگن خاک بر سر شما، چرا دختراتونو میکشید؟ این نبود. حضرت میاد میگفتش که راستی اگه پدر بزرگت دخترشو زنده به گور کرده بود چی میشد؟ یارو خودش نبود دیگه اون موقع دیگه، یعنی مادر این نبود. یه لحظه دوچاره تنشی میشد، گفت راست میگه، بلد بود چجوری بید. وقتی امت رو جمع کرد، حالا میخواد چیکار کنین؟ دونا رو همه رو جمع کرد. نگاه کن اول تصویر که پاره میکنی میباشه دونا میره زیر میز و صندلی، جمعشون کرد آورد گذاشت اینجا، حالا میخواد دونه دونه تو نخ کنه. کدوم دونه اول بره؟ آقا هر 33 تایی که گذاشتی یه دونه از اون فاصله ها باید بذاری. ها این دیگه میشه اون دولت سازی و قواعد و قوانین. شروع که از ساختار ساختن، ساختار ساختن، ساخت کنارش گفتم چی لای اون دونا بعضی این پدر سوخته ها میرن. اونا رو بعد چیکار کرد؟ وقتی دور ساخت تشریع کردی، قوانینتو درست کردی، ساختارتو درست ساختی، تربیت جامعه رو بر عهده میگیری، چه اتفاقی میفته؟ هیچ، اونا آرام آرام هضم میشن. عین یه قده کوچیک میشه، کوچیک میشه، ناکارآمد میشه. شما فرض بکنید مثلا ما بیایم تو مجلسمون چند تا قوانین داشته باشیم. یک، تمام کسایی که میخوان بیان کاندیدای مجلس بشن، تمام زندگیشون میاد رو دایره جلوی چشم مردم. یعنی چی؟ پولای انتخابات از کجا رفتی پول آوردی؟ بابا توی که اومدی 2 میلیارد خرج کردی، کلا 2300 میلیون میخوای حقوق بگیری تو 4 سال. این دیوونه ای داره این کارو میکنی؟ عقل میگه این دنبال یه چیز دیگه هست. یه چیزی داریم لاما گیرش میاد که منم نمیتونم پیداش کنم. وزیر کار ما رفته سیزا بشه. اومده میگه که این نماینده گفته 500 میلیون بده تا استزاد نکنم. 500 میلیون یه رقم فقط یه وزیر. یا داره این دروغ میگه، یا بالاخره این جلبات یکی ما به سلابه بکشیم، یا وزیر رو یا نماینده رو. نماینده اومده میگه که نه آقا این آدم من گفت بیا 500 بهت میدم منو استزاد نکن. من گفتم من پول نمیگیرم، اومدم استزاد کردم. یکی داره دروغ میگه دیگه. یکی بعد به سلابه بکشیم. با اونا کار نداریم، با افتاب دزدا کار داریم.
کسی جایی توی کشور درست حساب کسی جرأت میکرد بیادم چه حرفی بزنه. مدعی عموم فردا پوستشو میکن، میگفت تو اومدی تشویش از هان عمومی کردی، به مردم گفتی مسئولین دزدن، این باید بیای اثبات کنی حرفتو. نه اینجا اتهام به مناظره ریاست جمهوری یادتونه حرفای به هم زدن، امام خمینی به شاه نگفته بود، به خدا قسم تاریخ انقلاب امام به شاه نگفت، امام تهش به شاه یکی برگه جلوی امام به شاه گفت حرومزاده، امام ناراحت شد گفت چرا نسبت ناروا بهش میدی، این ممکنه آدم خود فروخته باشه اما حرامزاده نیست، از قصد خیلی هم خوب به باباش هم میخوره، آدم همون باباه. دقت کنیم، یعنی حالیمون نیدم چیکار میکنیم، پمپاژ سیاه نمایی که ما کردیم تو انتخابات ریاست جمهوری همین آقایون با هم کردن، آمریکا تو این 40 سال نتونسته بود بکنه، خدا شاهده نتونسته بود بکنه. برای به دست رسیدن یه صندلی که تهش هم شده این، یعنی بفهمیم تو همه جریان های سیاسی رو دارم میگم. حالا که این جامعه اسلامی حکومت داره شکل میگیره، کنارش منافقا، این باید حذف بشه، کوچیک شه که بتونه به تمدن اسلامی برسه. ما انقلاب اسلامی رو گذروندیم، انقلاب اسلامی از 1270 شروع شده، 1270 هجری شمسی که میشه کی؟ اگه گفتی چه واقعی آذر ماه 1270، توتون و تنباکو، دین برگشت قدرت خودش رو به دست بگیره دوباره. 70-80 سال میگذره تا 1357 انقلاب نتیجه میده. یعنی یه انقلاب این سادگی ها نیه، 70-80 سال باد خورده پشت سرش. بعد نظام اسلامی میاد دیگه، الان نظام شاهنشاهی است. نظام اسلامی یک دوره 8-10 ساله تست میده، از 57 تا که باریکلا چه دوره یه؟ جنگ، تجزیه طلبی دو سال اول و جنگ نشون میده این ساختار جدید تست زیر تست میره. شما پایلوت چیکار میکنی؟ یه چیزی میسازی زیر تست میبری دیگه، زیر تست سنگین ترین تست هم رفته، تمام دنیا با همون جنگیدن نتونستن کاری کنن. مرحله سوم حالا باید دولت سازی کنیم. دولت سازی یعنی که قوه مجریه، گفتیم چی؟ قواعد و قوانینی که با اسلام سازگار است، با فرهنگ تمدنی ما سازگار است، اونو بده. اینو نتونستین، ما درگیر اینیم، هی داریم قوانین عوض میکنیم. دیدید همین آموزش پرورش خودتون رو دیدید؟ انگار داره ارنج تیم چیز میشینن ملی میشه، 3-4-3 2-8-1 با بالاخره چیکار کنیم؟ قبل انقلاب همینجوری بود، ششم ابتدایی میرسید بعد نمیدونم چی، باز عوضش کردن. اگه غلط بود چرا عوض کردید؟ اگه درست بود چرا یه برهه عوض کرده بودید؟ ادامه هم خواهد داشت. یه با پیش دانشگاهی رو برمی‌دادم، پوست ما کنده شد، پیش دانشگاهی برمی‌داشتن هی می‌آوردن، هی برمی‌داشتن. یعنی واقعا با این مشکل حل میشه؟ این یعنی چی؟ یعنی که این ساختار اصولی وجود نداره، آدما تعیین کننده دارن، آدما نباید تعیین کننده باشن، ساختار باید تعیین کننده باشه. نباید هر راننده عوض شد ماشین یه جا بره که شب ها رو آرفتیم تهران کجا آقا بریم از شهست و بنش به تبریزی، هیچ راننده حال نکرد دیگه، شاگردش که اومد نشست گفت داداش گردش کنید من بچه تبریزم میریم اون بر، میشد اوضاع ما. احمدی نژاد مقاومت، گور پدر آمریکا اسرائیل، باباتون رو در برم، راننده عوض شد. بعدی روحانی اومد، آقا سوای اوباما خیلی آدم مؤدبیه، میشون باشه حرف میزنیم، میشون حرف بزنیم. بعد 6 سال حرف زدیم، مذاکرات و فلان اینجور چیزا، برجام پر. بعد چی شده؟ هیچی. رئیس جمهور ما موقع انتخاب میگه من چی نیستم؟ بلند بگید، میگه من سرهنگ، یعنی من ادبیات نظامی ندارم، بنده حقوقدانم، خب برم حقوقی برم به جنگ این آدمه دیگم. آقا مخلص دام هستی، ما کی از جنگ خوشش میاد؟ خیلی هم عالی. 6 سال گذشته بعدش اومدم یه تنگه هرمز رو میبندم، سرهنگیش و سردار، کار سردار هستی، کار سرهنگام نیست. که اینا رو میفهمیم؟ نمیفهمیم. چرا؟ چون این اختلاف های سیاسی مخمون رو بسته، رسوب کرده تو مغزم. یه واقعیت این وصل میشه به اونجا یا نه؟ سیم داره برسه؟ خودم باید بشینم اونجا دیگه فکر کنم. باشه.
میخواد شما صلوات بفرستید؟ بعضی آدم ها آدم های خیلی بیشعوری هن. یه بار یه جا داشتم صحبت میگم، دارم الان میرم خدمت، داشتم یه جا صحبت میگم، شعور ندارم دیگه، یه چیزم بشه الان بعضی میگم یه سری فوشمش دادا، تمام فوشام قرآنی بوده. اینا آدم مثلا مطلب خشخاش میذارن، همه خدا یک فوشای میده تو قرآن، زاله که بنام قوم الله یفقهون یعلمون فاسقون یشعرون، شعور ندارن دیگه، لا یشعرون دیگه میشه. مورچه فوش میده من حیث و لایت شعور، اونجا که نمیفهمن شعور، استغفر الله. کلب سگ چی میگه؟ اتلم بعد از اول که زنیم، اون درشت خوی زنازاده. فوش نیست، تعریفه، یعنی واقعا یارو زنازاده بوده، یعنی بشه بفهمیم ما، یا فکر نکن خدا توهین نمیکنه، تعریف میکنه یارو، میگه همینه. خب ما اینجا سخنرانی داشتیم، میگه صلوات می‌خواستیم بفرستیم، میگه شما صلوات فرستادین شلوول، بعد منم بعضی موقع میگم یه صلوات در عمتون میخوره، بعد اونا بهشون برمیخوره، عمهشون دوست دارن یه صلوات. بعد جلسه یه بابای من جلو ما رو گرفت، واقعا این آدم شعور ندارن دیگه، چی کار؟ یه چیزی گفت من که خودم میزدم، من از دبیرستانم پیرن مشکی کل محرم و صفر تنمه، کل محرم و صفر کسی منو بدون پیرن مشکی نمیبینه، یه بار تو این چندین سال پیرن مشکی جونش رو سرمه یه تیره رفتم. من بعد خیلی دقیقه فوله فورکی بعد نگاه میکردی بتونی تشخیص بدی، خانوما فقط میتونستن بفهمن، چون آقایین که کور رنگی دارن اصلا آبی هم سیاه میبینن. خب اینو میخوام یه چی نکته دارم ها. یورو اومد بعد جلسه به من یه چیزایی گفت، اصلا من میزنم تو سرم، گفت آقا من سیدم، وقتی میگه به درد عمت میخوره میدونه عمه ما سادات کیه؟ گفتم یا امام زمان، آقا این حرفا چیه؟ میدونه دیوانه ای تو، یعنی چی عمه سادات؟ ما مخلص از چه ربطی به این ماجرا داره؟ یعنی مطب خشخاش میزن، اصلا ملت و دین و خدا و پیغمبر و همه چی آسی میکنه مردم، میگم بذاریم دریم بریم بابا، اینا دیگه کیان؟ حالا می‌خواستم همینو مقدمه گفتم بگم صلوات به درد عمتون می‌خوردم. می رسید؟ منو دیگه بازش کردم. دم شما گرم. ببین بهش برخورد. زمانی که ما این بچه‌ها رو پسرا می‌بردیم راهیان نور، اینا بیکار می‌شدن صلوات می‌فرستادن. نه، نه. نگوه شما بیکار شد صلوات بفرستن، کار میدم دستون سر کن، یعنی صلوات های مسخره میفرستدن دیگه، بیکار میشدن تو اتوبوس مثلا صلوات ارتشی، الله عمر الله مک، صلوات کفتری، صلوات ویژه، صلوات. یکی از سوژه هاشون شما بودید، میخواستم بگم گفتن یه صلوات خانومی بود، الله عمر، همین صلوات رو میفرستن. اینا یه عنایت داشته باشید، ببین الان اونا دارن ساختارشون رو میسازن. من میخوام یه خورده راجع به این بی سی بگم، بین شما معلم ها خیلی حرفه، یه دی موافق یه دی مخالف، نه اونایی که موافقن میفهمن چی دارن میگن، نه اونایی که مخالفن، چون ما 26 هزار صفحه سند خونده شده بر همی یکس، 26 هزار صفحه سند. کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم گفتن ما چجوری دنیا رو کنترل کنیم، پولو ما دادیم، ما جنگ پیروز شدیم، گفتن دیگه دوره اون روز زمان گذشته، بری یه کشوری بگیری نظامی میندازنت بیرون. ها نه اسکندر تو ایران مون، نه نادرشاه ما توی هند، هیچ کشور اشغالگری، عربستان نگاه کن میندازنش بیرون، آمریکا تو عراق مون میندازنش بیرون. خدمت شما عرض بکنم اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما باید با ملائقه اون مردم رو کنترل کنیم، سازمان ملل. از 1960 شروع کردن کار کردن، از قبل انقلاب روی 19 تا کشور پایلوت کار کردن، یکیشون هم ایران بوده. 1974 فکر میکنم ما رو تارگت میکنن. 1979 انقلاب میشه. انقلاب بعدش انقلاب میشه تا 1985 ما کماکان تارگت ایناییم. یعنی حکومت عوض شده، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. چرا؟ چون حساسیت رو سازمان ملل نیست دیگه. میدونن چیکار کنن؟ شما روی سفارت آمریکا حساسیت داری. روی آدم از اروپا بیاد میگی لابد جاسوس، اما از کره بیاد میگی جاسوس نیست، در حالی که میدونید که خیلی از این شرقی ها رو آمریکا میندازه میفرسته برای جاسوسی. بعد اومدن چیکار کردن؟ بالا پایین فلان، وقت سرتون رو درد نیارم، گفتم ما باید یه سندی برسیم، یه برگه کاغذ
بذاریم جلو هر حکمرانی تو هر کشوری، بگیم این شکلی باید حکمرانی کنی تا استاندارد بشی، اون اونجوری حکمرانی کنه میشه همه حرف حضرت نو ولا یلدو، اینا دیگه بچه نمیزن الا کافر و فاجر. اون سند حکمرانی اسمش شد MDGS، میلینیوم دیولوپمنت گولز، سند توسعه 1000 میلینیوم. دیدن یه سری ایرادات داره، آمایش‌های سرزمینی اقیانوسی اینا رو لحاظ نکرده، آب و هوا، پدیدهای آب و هوا. اومدن خدمت شما عرض بکنن چیکار کردن؟ سال 2000 دیگه عملا رسیدن به SDGs، Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار. Sustainable یعنی غیر قابل تغییر، یعنی همینی که هست، وحی منزل بهتون دادیم برید اجرا کنید. ما هم با عنوان 59 چندمین کشور دنیا رفتیم امضا کردیم، دولتمون فارغ از چپ و راستا از دولت هاشمی امضا کردن تا همین الان هر کی اومده امضا کرده. این سند رو تون تو میرفتیم امضا میکردیم، میومدیم مجلس بعد امضا کنه تا سند بین المللی، وقتی دولت میره امضا کنه مجلس هم دوره میاد چیکار میکرد؟ تصمیم میکرد مثل همین FATF که دیدید، میاد تصمیم میکرد میرفت شورای نگهبان، شورای نگهبان بر مبنای غریزه دینیش تشخیص میداد، گیر میداد، میگه چیه، دعوا میشد، میرفت کجا؟ وقتی دعوا میشد مجلس رو دوباره همیش مجلس، مجلس میگه بابا من خودم ننوشتم که، تدوین نکردم که، من دوله رفته امضا کردم بفرستم. باش میرفت اینجا دعوا در بگیری، میره مجمع تشخیص، مجمع تشخیص هم گفتم اون نمیدونم مثلا چی میدادن مرکز تحقیقاتشون بررسی کنه، مرکز تحقیقاتشون 6 ماه 7 ماه بررسی میکنم گفت خوبه، امضا میزدن میره. بحث FATF نیست، ما بابا بزرگ FATF رفتم امضا کردیم، بچه‌ش هم قبول کردیم، الان نوه مشکل دار در اومده، همه دارن داد میزنن. چرا؟ چون نوه خیلی شیطونه، کارش تو چشه، چون خیلی تو چشه. حالا اینا چی میگه؟ ببین عزیز من 16 تا سند اینجاست که در مجموع 2083 تا مؤلفه رو در بر میگیره، تا آب خوردن تو هم در بر میگیره، اینا رو میره انجام میدی، ما باید میگیم تو آدمی. 2083 تا مؤلفه تو این زیر سند، 16 تا سند تو سه حوزه است، بایوسفر، آب و هوا و این چیزای مربوط به محیط زیست، سوسایتی، حوزه اجتماعی و اکونومیه. خیلی دارم ساده میگم، یعنی بیشتر از این ساده تر دیگه نمیتونم بگم، کف کف دارم میگم. این 16 تا سند یه سند 17 هم داره، قسم حضرت عباسه که 16 تا دیگه رو انجام بدیم، بیاید مرد باشیم خدا وکیلی انجامش بریم. Partnership for the goals، همکاری برای رسیدن به اهداف 16 گانه که اون 16 تا گفتیم باز بشه میشه 2083 تا مؤلف. چیا هم این 16 تا رو توی پیمانهای بین المللی ارائه دادن، مثلا یه چند تاش رفته تو بحث سند رفع فقر و توانمندسازی، اینطوری بزنید باز میشه. خب یه چند تاشون رفته زیر نظر سند محضر شما عرض کنم بین المللی مریدا، از این 16 تا یه سدیش رفته سند چی؟ 20. دیدی گفتم این جزئه، به کل اینم میگن 20، به اونی که شما تو ذهنتونه به اونم میگن 20، اون فرق داره با کل این. چرا به کل این میگن 20؟ به خاطر اینکه تا سال 2015 ابلاغ شده، 15 سال بعدش میشه چی؟ 2030، 20 بعد انجام بشه. اونی که شما بهش میگید اون EBCه، Education، یعنی فقط بحث چیه؟ آموزششه. چون شما آموزش پرورشید شما حساس شدید روش، وگرنه نکات داره. حالا تو میگم سند بعدی مناریده، سند بعدی پاریسه که شنیده آمریکا با لغت اومد ازش بیرون، سند بعدی WDIه، دو تا سند دیگه هم داریم، یه سند هلسه سلامتی، یه سند ارتباطات هم هست که اینجا ما نیاوردیم. حالا اینا چی میگه؟ میگه آقا بیاید رفع فقر بکنیم. از این 16 تا چند تا رو در بر گرفته؟ سه تا اولی. میشه این سه تا رو بگید چیه؟ حالا چون شما چشتون نمینه ریزه، منم چشم نمیبینه بر مبنای حافظه‌ام، الهی دقیقاً نیست یکیش چی بود، پنجش چی بود، اما اینو میگم. مثلا یکیش نو پاورتیه، یعنی چی؟ فقری نباشه. سند دومش زیرو آنگر، گرسنگی صفر. آقا اینا بده؟ خیلی خوبه.
چون ادبیاتش خنساس همه رفتن امضا کردن، نفهمیدن توش. حالا اینجا میدونه نفع فقر رو منظورش چی میگه؟ میگه فقر، الان منظورش فقر چیه؟ گشنگی دیگه. نه اصلا، چون اینا بخوان رفع فقر انجام بدن 10 ساله کار تمومه، میتونن فقط مدل تولید غذای، تکنولوژی تولید غذای هلند رو به آفریقاییان بدن تمومه. اما چیکار میکنن؟ آنجلینا جولی دوره میندازن، میگن به عنوان نماینده سازمان ملل بلند شو برو تو کشور آفریقا چیکار کن. کار جدیدی که داره میکنه چیه؟ یکی بلند بگه ببینم، حشره خاری دیدید؟ خودش حشره میخوره که بچهای سیاپوس بگه آقا پروتئین بدنتون از طریق حشره خاری جذب. ببین نه، من مدل توسعه هلندو که بهت نمیدم، تو بدبخت سیاپوستی. من نژاد برترم، چشام آبیه، پوستم سفیده، کلم هم زرده، مثل همین کله زرده ترامپو میگم. خب تو باید چیکار کنی؟ شما هم اگه بخوای خودتون رو خوشگل بکنید باید به لنز بذارید اون شکلیش دا، باید کلهاتون رو زرد کنید دا. استاندارد اونا، همه چی مبنا اونا. شما اگه از خودتون پرسید چرا اندازه در انقدره؟ نه، برای اینکه یک معمار اروپایی گفت مبنا رو میذارید روی 2.83، روی 1.83 قدر. چینیایی که قدرشون 1.60 بود و بدبختان باید اون انجام بدن. اروپا نیاز به آفتاب داره چون اونجا هوا ابریه، پنجره بزرگ. بعد تو مملکت ما پنجره رو بزرگ میزنیم، بعد مجبور میشه پرده بزنیم که آفتاب بیچارمون نکنه. مبنا اونا، شاغل اونان، خدکش اونان، تاسه آدم نیستی از نظر اونا. آنگلو ساکسونا مبنای هستی هم. رفع فقر پس یعنی عدا اطوارا. اما چی؟ فقر منظورشون این نیست. برید بخونید مختون سوت میکشه. یکی اینا نرفتن بخونن، یا اگه خوندن لابد یه مشکلی داشتن رفتن امضا کردن، نمیدونم. میگه فقر یعنی این که تو ندانی چه حق انتخابی داری، این یعنی فقر. خب حرف بازم حرف خوبیه، اگه حق منتها حالا میریم سر حقوق انتخاب بحث میشه. مثلا اینکه از این حق های خوب چیه؟ مثلا بحث خانواده رو مطرح کن، میگه پایبندی به خانواده و دفاع از خانواده چقدر خوب، بریم امضا کنیم. یا میگه خب حالا خانواده راستی یعنی چی؟ یا آباری کلا تعریفشو میگم بنویس، روزی 20 بار بنویس قشنگ یادت بمونه، دیکتت باشه، مشقت باشه. چی هست؟ من وومن. این خانواده است. مرد مرد، زن زن، مرد زن. جرأت داری بگو نه؟ اگه قبول نکنم جسارتن عذر میخوام، نمیتونی قبول کنی. چرا نمیتونی قبول نکنم؟ کل دنیا میذاریمت کنار چون همه قبول کردن. آقا جون بابا من اصلا ایران اسلامی شیعی فلانم نیستم، انقلابی، من چینم، هندم، خانواده ارزش داره اینجا. من جرئت نمیکنم برم تو چینم به ملت بگم آقا بیاد با هم ازدواج کنید، دو تا مردوبم بگم بهش اسمش میشه خانواده. منو دارم میزنن تو خود چین، هندی ها قاطی میکنن. نگران نباش، ما یه پک آموزشی داریم، شما میرید انجام میدید، همه مردمتون قبول میکنن، تضمینی، تست شده. چی؟ EBC. قسم شانس خیال تخت، اینا همش یه سری پیش‌ورزه. اینا رو میری تو مدرساتون انجام میدی، ما بهتون تضمین کنم 15 سالگی همشون میگن آره خوبه. چون بلدن با ادبیات زیبا و رنگ آمیز و خوشگل و قشنگ و لعابدار بیان. بعد یه میگه که حالا آقا داداش من انجام نمیدم، چه غلطی میخوای بکنی؟ میشه سند سوم. اینجا من دوم بتونشون ندارم، میشه مناریت. چیه؟ قضایی و حقوقی. یه پوستتو میکنی، تحریمت میکنی. یکی از بچه های این پالرموه، یکی دیگه بچه هاش FATF. آقا خشونت باید بره. آقا خیلی خوبه، ما همه خشونت بریم، چه بلایی داره سر ملت دنیا داریم سر خشونت. حالا تعریف خشونت چه؟ بچه زیر 19 سال نباید به کارگیری بشه در جبهه های جنگی. ای روسیه حسین فهمیدر چه کارشونم؟ خیلی غلط کردی؟ حسفش میکنی. به نام محمدی اشتباه کردی؟ باید برش داری؟ یرفتی چی شد؟ یعنی تو خودت یعنی ادبیات تولید میکنن. تمام عناصر مربوط به جهاد، مبارزه، جنگ از مدارس باید حذف شه. دستوره.
این شکلی انجام بده پوست تو میکنم. تروریسم مقابله با تروریسم، آقا خیلی خوبه این داعش ها به خدا خیلی هزینه گذاشتن رو دست جمهوری اسلامی، چقدر بچه های ما پرپر شدن، هیچ سرها بریدن. بله جسارتا منظورم از تروریسم حزب الله لبنان و خود شمایید. وزارت دفاع خود شما تروریسته، وزارت اطلاعات خود شما حامی تروریسته، سپاه خود شما همینا که داره اسم بره. حالا جالب، وزارت دفاع وزارت اطلاعات مال تو دولت درسته، سپاه حاکمیتی، یعنی میخوام بگم ربطی به دولت و این چیزا بحث سیاسی نداره. یه هر کدوم وزارت اطلاعات دارم بر امنیت منو کی داره تامین میکنه؟ وزارت اطلاعاتم یه قرون پول بره اون سم ببین چیکارت کنه. بیرون کی میخواد امنیت منو تامین میکنه؟ موشکامو کی داره میسازه؟ وزارت دفاع و سپاه. FATF میگه باید به من قول حضرت عباس بده پولاتون دست کسایی که ما میگیم تروریستن نیفته. تعریف تروریست به دست کیه؟ اونا. یعنی کی بدش میده پولشویی؟ پولشویی میخواد مقابله کنید، بید با سوئیس مقابله کنید. بزرگترین پولشی دنیا داره تو سوئیس اتفاق میفته. درسته یا نه؟ بانکای سوئیس رو نشدید؟ یاره اسمش هم معلوم نیست که. یه عدد هویت حسابیش. هر چون شماره حساب بره بده اون صاحب حسابه. بعد ولج کرده، میایم سند بعدی. تو مناری جسارتاً باید به من بگی. Life below water. Life on land. اینا دو تا از اون سند 17 گانه است که براتون خوندم. زندگی زیر آب و زندگی روی آب، هر چی داری به سازمان ملل باید گزارش کنی. چند تا چاه عمیق داری؟ چند تا معدن داری؟ دریاها چه جوریه؟ میزان شوری آبشون چه جوریه؟ میزان تولید دی اکسید کربنت چقده؟ مون اکسید کربنت چقده؟ تولید نفتت چقده؟ تولید بنزینت چقده؟ تمام اینا رو آمار میگیری میفرستی اونور. وظیفه چشات کور دندت نه. آقای عادل آذر که این بچه‌ها ما رفته بود باش صحبت کرده بود، گفته بود آقا قبلا رئیس مرکز آمار بود. آدم این کاره ایم اصلا، این کتابای آمار هم مثلا درس آماری مال ایشونه. من خودم زمانی دانشجو بودم کتاب ایشون رو خوندم، آماری داشتیم. خدمت شما عرض بکنم که برگشته گفته بود که ما در آمار به تولد زودرس رسیدیم، به بلوغ زودرس. یعنی چی؟ گفته اصلا این خیلی از این آمارا که من تهیه میکنم و یک نفرم مسئولی نمیاد بگه برای چیه. یعنی اصلا به درد مسئولین خود ما نمیخوره، من برای یه جا دیگه دارم آمار تهیه میکنم. راست میگه، سالی یه بار کتاب میشه میفرستیم سازمان ملل. آقا همه چیا، زنان بد سرپرستتون چند تون بعد ما بدونیم، بی سرپرستتون چند تون، کجا زندگی میکنن، همه رو باید بدونیم. این بحثی که مطرح شد خانم دکتر روح‌افزا و خانم ملاوردی سر همین بود که خانم ملاوردی این اسناد مربوط به زنان بد سرپرست بی سرپرست خانواده ما رد کرده دونور داده بود. خانم دکتر روح‌افزا تو مرکز زنان، معاون زن رئیس جمهوری، او هم توی مرکز شورای عالی انقلاب فرهنگی خانم دکتر روح‌افزا، همسرش توی اون دانشمند موشکی ما بود که توی حادثه عربستان شهید شد. بحث مزاشو شما چه اجازه رفتی اینقدر سند آورده دادی به اونا؟ بحث سر این بود دیگه، درگیری رسانه‌ای شد سر این ماجرا بود و بدونید ملزمت میکنم. اصلا این نیستش که تو مثلا آقا مثلا من خب اسرائیل به اسمت نشناسم بود این همه. حالا اینکه جالبش اینه که اینا اطلاعات میگیرن، وقتی ما بررسی میکردیم سه تا کشور خیلی سخت به سازمان ملل اطلاعات میدن. مثلا کتابش شروع میکنی 15 صفحه اول مذمت ایناست، یا نگاه میکنی جلو اسمش نوشته نو دیتا، اطلاعات نمیدن. این کیا؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل. میگه تمام آمایش سرزمینیت میره اون طرف. بعد میشه چی؟ سند پاریس. یه داداش کره زمین داره گرم میشه، خود چیکار کن؟ کاپشکاتمون رو در بیاریم. نه. کسایی که دارن باعث میشن کره زمین گرم بشه باید پولشو بدن. باش. خانم دکتر ابتکار دویده رفته امضا کرده. کسی ازش نخواست امضا کنه؟ چون الزامی همش رفته تون امضا کرده. ما 58 تا 60 میلیارد دلار بابت این امضا باید هزینه بدیم. چرا آخه؟ ما که دود و دمی تولید نمی‌کنیم. چرا؟ تولید می‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ این نفتی که شما دارید نهایتاً نفتی میشه به دود. تو آمریکا دود میشه، پولشو تو باید بدی. 20% دود دم دنیا کی داره تولید می‌کنه؟ آمریکا. ترامپ با یه لغت اومد بیرون. شاید معاهده پاریس اومد بیرون. میگه چی واسه نمیپرسه چی بود این پاریسین اومد بیرون؟ بله یه معاهده رو اومده بیرون. الان اومدن سنسور میذارن جلو در پالایشگاه ما چقدر دود تولید میکنیم. یا اومدن میگن دود شما زیاده، ما چیکار کنیم؟ اینو بیارید پایین.
حالا دودمون زیاده، خانم دکتر ابتکار حاضرن آقای جمشید آریان که ماشین هیبریدی و برقی ساخت و زمانی که رئیس محیط زیست بودمش، نه خیر، امضای خانم دکتر ابتکار از تو اینترنت بزنید، این نامه زده که رفت برای آلمانیا ساخت، بهتون بگم تو همین ایران بود، آخرش هم اونور مسابقه گفت منو تو ایران می‌خواستن بکشن، بعد امضا کرده خانم دکتر ابتکار که این توجیه اقتصادی نداره. این میشه اوضاع تهران، این دود و دم تهران. بعد نماینده های مجلس یه دیمیا میگن همسر ایشون جز وارد کننده های بنزین بوده. من نمیگم به من چه، برید نماینده مجلس رو بگید پوستش هم بکنید که نیا تشویش از آن عمومی نکنه. داشتی شو؟ بودو برو امضا کن. خودشون تا تونستن دنیا رو آلوده کردن تو عصر صنعت، الان که رفتن تو عصر های تک، صنایع تکنولوژی پیشرفته که تولید چی آلاینده دیگه به اون شکل نداره، میگه حالا شما باید هزینه ما رو بدید. سند بعدی هم WDI، همون قسم حضرت عباس است، بیام قول بدیم همش انجام بدیم. تمدن سازی یعنی این، یعنی یه کاری میکنه تو با پول جمهوری اسلامی خودت بچه تو آموزش پرورش خودت جوری بار میاری که چی؟ او بخواد. آیات جهاد چیزه باید هست شد. الان تو همین کتابای درسی خودم دیدی چی شده؟ از خون پاک شهیدان پاینده باشی ای خاک ایران، اون از خون شهیدان یه دو کلمه هست شد. دیدی کتاب چاپ جدیدو؟ بزن تو اینترنت نیست دیگه، اون یه تیکش هست شده. نه میگه چه؟ این در حوزه تربیت انتزاعیه، ما باید از تربیت سابجکتیو میرفتیم و تربیت ابجکتیو و این باید اینجا حذف میشد فلان. دمشقی هم اینا سه چهار تا انگلیسی پشت سر هم گفت. ما چه داری برای من قصه میگی؟ خون شهیدان رو حذف کردی. یه مدیری هست منطقه 18 صوتش پخش شد تو اینترنت دیگه، اومدن بازرسی چیزا رو جمع کردن، عکس قاسم سلیمانی گفتن بعد بردارید، اون چی گفتن؟ ترویج خشونت. آره الان شما ندیدید یه سری شورای شهر رو دارن تو بعضی از شهر رو دارن تابلوها رو باشن کارایی میکنن؟ این سوال ازتون نمیشه؟ یعنی اینو ما داریم خودمون به دست با... یعنی آمریکایی هم پول نمیدن بنده خدا. پول خودمون میریم اجراش میکنیم. گفتیم ربطی هم به این دولت و اون دولت نداره. دولت‌های مختلف رفتن امضا کردن، حالا تو این دولت خود شتاب گرفته. چون بالاخره تو 2030 باید جمعش کنی دیگه. بابا 2019 رسید. اینو فهمی که شما در 20 داشته باشی. تمدن تو نمیتونی بسازی الا اینکه تربیت تو بدی دست دشمنت. تو خودت باید تربیت کنی بچه‌ها تو با مبانی فکری خودت. مبانی فکری تو، نه منظورم این نیست یه درس معارف جدا داشته باشی، درس قرآن جدا داشته باشی، این عمرن اینجوری دیندار نمیشه. یه سال از شما میپرسم پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود؟ همینجا باید نگاه کنی. چرا؟ چون حفظ کردی فقط. همونجوری هم حفظ کردی که چی؟ تاریخ امامت خوندی. تربیت باید به جان تو بشینه. ببینید این بحثای تمدنی یعنی این که عزیز دل من یه بخشیشو بگیری بقیهش هم میاد لاجرم. اینجوری نیست تو معماری اینا رو بگیری همه چی با خودشون میاد. میشه مثال برام بزنید؟ بله. مثلا چی؟ معماری اسلامی ایرانی یه شاخصه مهم دارد، حریم. این باید توش باشه، حریم رعایت شده. حالا من اگه خونه خواب بز، نه خونه کوچیک بساز حریم دار، میشه. سخت است اما شدنی. خونه بزرگ بساز بدون حریم، فایده نداره. حریم یکی از شاخصاشه. چند تا نکته داره، چند تا فاکتور. وقتی تو خونه رو یه جوری ساختی این همسایه عطسه میکنه یکی میشنوه، ببخشید این حرفو میزنم دیگه، باید بدونید. تو اینترنت برید تو سایت مراجع ازام و تقلید، سوالاتی که پرسیدن، سوالات شرعی تو اینترنت بپرسید، چند تا بچه رفتن سوال پرسیدن مرجع ازمای تقلید ببخشید من یه حدیث خوندم اگر بچه‌ای صدای رابطه جنسی پدر مادرشو بشنوه این ملعون رحمت نمیشه.
خب چه کنیم؟ بله این حدیث رو داریم. من چه کنم که این صدا رو دارم میشنوم؟ میشه به من بگید پسری که شب این صدا رو شنیده از رابطه جنسی مادرش و پدر خودش، صبح چه نگاهی به مادر خودش میتونه داشته باشه؟ نوع معماری این بلا رو داره سرت میاره. تو معماریش بابا آپارتمان واسه اونجا بود که زمین نداشتن، ما داریم یه تو دهاتا آپارتمان ساخته. یا حالت خوش این همه زمین ول شد دا آپارتمانه دو طبقه در آوردم حالی میکنه، فرهنگش کرده. آشپزخونه اوپن مال تو نیست، اون واسه کسی که اصلا غذا تو خونه درست نمیکنه. نه یه قرمه سبزی درست میکنه تا یه هفته بوش میمونه تو خونه، اون اصلا غذا درست نمیکنه تو خونه. وظیفه غذا درست کردن ساختار کارخونه است، اقتصادیه. همه باید مثل بولدزر کار کنن، غذاشون هم همونجا میخورن یا تو رستوران. اینا برای غذای سریع ساندویچ درست کنی بخوری ایناست. اومده اوپن درست کرده، حالا زنه اومده نامحرم اومده یه چادر میچسبه اینا هدف میده، اون یکی نمی بدبخت چه کار کنه. امام صادق میفرماد دستگفت با دستشویی خونه رو کجا بسازم؟ حضرت فرمود خدا مخرج شما رو در پنهانترین جای بدنتون قرار داده است، شما هم دستشویی رو در پنهانترین جای خانه بسازید. یعنی یه جایی که جلو چش نمیشه. الان یه مربعی به اسم حال این ورش آشپزخونه است، این وسط در دستشویی. سفره پهن کردن، مهمون دعوت کردن، صاف یه رتو مستره میدم چه میشه سر تو جمع هم میخواد یه دستشویی بره، باید کلی آفتاب بزنه به در و دیوار، سیفون بکشه فلان، حریمی باقی نمیمونه. حریمی با اون یارو بنده خدا میخواد چی بیاد ببینید تو ساعت اون جمع بشینه بعد از اون صداها بیاد چی بگه بنده خدا؟ تا سرش اینجا بنوزه پایین دیگه. ما نمیفهمیم این چی. توی معماری اسلامی جسارتا قبرستون بهشت زهرا نیست، بهشت امام رضا، بهشت سکینه، بهشت معصومه، اسمو که میذارن اسمش واقعا اسلامیه. قبرستون یه جا نیست، قبرستون خورد خورد جای مختلفه. که چرا؟ مردم با قبرستون سر و کار دارن. معاد یعنی چی؟ یعنی جر چشت باشه. شما دیدی یه نفر میمیره تا یه هفته سر خطی؟ منم میمیرم مرستی. رفیقمون جوان بود مرده. حالا فکر کن تو داری این حرما زیاد میبینید، میرید میبینید یه مرده ای را آوردن، لا اله الا الله، خود میلرزادم. زمان ما این نواری بود به اسم سیاحت غرب، این آقا بزرگتر جلسه، چون یه هفته باش رو ویبره بودن یادشونه، اینو گوش میکردی یه هفته کاملا خود خدا میشدی. یاد مرگ جز تربیت اسلامی. چقدر یاد مرگ داریم تو قرآن، چقدر تو ادعیه‌مون داریم ها؟ اهل بیت با اون عظمت یخافون یوم کان شره مستطیرا، بی از روز قیامت میترسن. بعد من کاری ندارم، 70 سال این وقت زندگی میکنم، یه گوشه شهر بیرون بعد 50 کیلومتر اونورتر یه جا درست کنم مرده رو بنوزم اینجا درد بیاد دوباره. سال یه بارم گزارش طرف نمیفته. تو اسلام میگن مرده بشور، تو اسلام توصیه شده مرده دفن کن. بله این برات خوبه. توی معماری شهریت تو تا این حد. ولذا تو وقتی بخش کوچکی رو هم از معمار از غرب میگیری، تو فقط معماریش نگه من ساختم، اون ساختنش رو گرفتم از همان منفذ تمام ادبیات دینی شو و فکری و ایدئولوژی که خودشو وارد میکنه، نمیتونه باش مقابله کنی. وقتی حرمت بین پسر و مادر شکست، بین خواهر و برادر شکست، اصلا چیزی باقی نمیمونه. این کارشونه. وظیفه من و تو چیه؟ حذف نشدن تو این ساختار. شدنیه؟ بله. آسونه؟ اصلا. میگه مؤمن تو آخر الزمان مثل نمک تو آب میشه. یعنی میخواد بگه جامعه حل میکنه آدم فلان، اما میگه مؤمن همین مؤمن میمونه. این اینقدر روایت این طرف میخوام بگم یعنی فضا سخت میشه، اما این طرف میگه آقا به شدت محکم. میگه دنبال تربیت بچه‌شه، میگه بچه‌شو خانواده‌شو مثل روباهی، این روباه گربه دیدی بچه‌ش چجوری میگه گاز میگیره پشت گردنشو اینور اونور میبره، میگه بچه‌شو از این سوراخ به اون سوراخ میبره. الان دیدی یا آقا بچه‌مو کدوم مدرسه ببرم ثبت نام کنم، نگرانه.
میگه نگران میشه، باید هضم نشود. تمدن سازی شیعی، خدا میدونسته ما چقدر گیج تشریف داریم، تمدن اسلامی رو از میخوام گفتم شیعی، تمدن اسلامی رو میخواد درست کنه، تارگت های گذاشته. مثلا میگه ببین شما لاجرم باید با صهیونیستا بجنگید، لاجرم باید بجنگید. قرآن هم میگه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، لتجدن نست تا قسم حضرت عباس داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیلش هم تاکیده. میگه حتما باید شما باید بجنگید، چاره جزئی نداری. حالا دقت کنید، شما مثلا من از من بپرسید، من میگم این قبر مطهر حضرت زینب الکی نیست، تو سوریه است. خدا میدونه 3400 سال بعد ما باید برسیم تو مرزهای اسرائیل. این بر جماعتی بهانه میخواهد. متوجه چی میگم؟ اما این فقط دلیل نیست و آقا تو یمن هم ما چیز داریم مثلا حرمی باید بشه بریم اونجا، نه، اصل رو باید بفهمیم. اما میخواد یه بهانه دستت بده. نگاه کن چی شده، خاورمیانه افتاد دست ما، 40 میلیون آدم یوی میریزن تو اربعین، تمدن غرب رو به چالش میکشه. میدونی هدیه اصلی تمدن غرب چیه که باعث میشه خیلی جذاب باشه؟ تکنولوژی. یعنی جز تمدن غرب تکنولوژی وجود نداره. چرا؟ مگه ما در زمانی که مسلمان ها در تازه تمدن اسلامی نامم نبود، کج و کله چیز درست شد، چقدر پیشرفت داشتیم تو دانش پزشکی، نجوم، ریاضیات، ها، شیمی. پدر علم شیمی مسلمان جابر بن عیان شاگرد امام صادق ماست. ابو علی سینای ما کتابش رفته تدریس شده. پس ما داریم. اما اون پدر سوختگیشون اینه که همه چیو تکنولوژی زدن، همه چیو تکنولوژی میدن. گوشی چی دستته؟ لپتاپت چیه؟ سرعتش چقدره فلان؟ زمانی که سرعت رسیدن اینها مهمه، شما یه جاده رو میبینید که مردم به ماشینا دارن دهن کجی میکنن، عمدن پیاده راه میرن. افتاد دوزاری شریف. یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام سوار ماشین شم. یعنی تمام اون جذابیت، اون عامل اصلی شیرین تمدن غرب به چالش میکشه. میخوام پیاده برم، میخوام پاهم تا اول بزنه. اونایی هم که نرفتید احتمالاً خیلی از چون سن و سالتون میخوره که نرفته باشی، مخصوصا چون خانوما هم نمیبرن، کار اشتباهی هم میکنن از نظر من. بعد با خانواده بری اونجا تازه بفهمی یعنی چی. بعد خدمت شما عرض کنم، فقط چون انتظاری دیگه نه دور متوجه شد، باید عینی بری ببینی چیه. در عمرتون همچین چیزی ندیدید. آدمای دیگه میشن کلا. هیچ کس از دینت میپرسه، از ایمانت میپرسه، از نژادت میپرسه، هیچ کاری نداره. چون اونجا هستی یعنی آزاده ای و اومدی بزرگ داشته آزادگی. ازت درخواست میکنن، جا کل دنیا دارن پدر سوختگی میکنن، پول از هم بکنن، بالا بکشن از همه چیزی. اینجا ازت درخواست میکنه که بیا تو رو خدا با خرج من بگذرون. تو عجیب میگوی پردی رو کنار میزنن، یه هفته آدمای دیگن به خدا قسم. من در پنجم هم دارم میرم دیگه فکر کنم. انشالله نایب وزیر شما خواهیم بودن که سیرس. الکی نمیگم، واقعا میگم. برای هر کدومتون یه تیر میرم. زیاد نیستید الان فقط 200 نفر، 200 تیر مال شما. خب اما قرضم میدونی چیه؟ باید ببینی، حس کنی. احساس سوختن به تماشا نمیشود. آتش بگیر تا بدانی چه میکشه. شما وقتی انتزاعی بحث میکنی میگه آب میدونی چیه؟ میگه H2. یه چی هست؟ یه دو تا هیدروژن داره. یه دونه اکسیژن، اکسیژن 6 تا اون اوربیتال آخریه، هیدروژن هم یکی با هم میشن 8 تا ردیفه. ها اینجوری بوده، اشتباه نکنم یادم بوده. ها ایول دم شما گرم. خب به چه درد ما تشنی دارم. الان ما 10,000 تا مقاله بنویسم H2O اینا به دردتون میخوره؟ یا یه قطره آب بنزنم رو دستتون، یا یه قلوب آب بگم بخورید. اون آب و فهم آبه. انتزاعی تو نمیتونه خدا رو پیدا بکنی. جالب شما بگم، همه شماها خدا قبول دارید، همتون میرید مدرسه در مورد خدا به شک میفتید، چون براتون دارن استدلال میارن که خدا وجود دارد. استدلالاشون چیه؟ انتزاعی. خدا رو در حالی که تو زندگیت باید پیدا کنی، خدا رو عینی باید پیدا کنی، خدا رو تو اون سختی ها پیدا میکنی، خدا رو اون جایی که دست تو میگیره پیدا میکنی، خدای اون جایی که حسش میکنه با تمام وجود. بله بحث عقلی هم لازمه، منتها اگر بحثی رو برهان علیت یا یه نفر اومد یه
ایرادی وارد کرد یا خدات میاد پایین. عینیته، حس کردنه. و خودتون نمیپرسی اینا اگه میرن سخت این سفر، که سختم هست، پس چرا اینقدر عاشقن بازم برن و هر کی میره نفع بعد دست یکی دیگر میگیره میبره؟ و یه شیرینی داشته دیگه، چون تو نمیتونی حسش کنی چون راه دوری. به تو دارم میگن هاشتو، اونا آب خوردن. تو خیلی مقاله خوندی راجع به آب چیست، نه به درد خودت بخوره. شما تربیت این جامعه دست شماست، یا یه کاری میکنید تو این ساختار هضم میشید، چی میشه ها؟ ولا یلدو بدونه نمیره الا کافر. یا این که نه آقا، فرضاً این تیکه تو کتاب نباشه، من معلم که زبونم گوله نخورده که، من از شهادت میگم، من از ارزش‌های جهاد میگم، من میگم اگه من شما اینجا راحت نشستیم به خاطر دیر رفتن خون دادن. و جالب همین هایی که جهاد رو برای ما میزنن، خودشون بیشترین نظامیگری رو میکنن. میبینید بیشترین پولای نظامی تو دنیا کجا داره خرج میشه؟ تو همون کشور. ما از خلیج فارسمون تکون نخوردیم، اما او از خلیج مکزیک اومده خلیج فارس، از 10000 کیلومتر اونورتر. کی جنگ طلبه؟ ما اومدیم تو خلیج مکزیک، شما ما که سر جای خودمونیم، که ما تو منطقه خودمون بر دفاع از خودمون داریم میجنگیم. تو چه غلطی میکنی اینجا؟ نه تو حق سوال پرسیدن نداری. قد 1.83 استاندارد دست منه، مثلا حرف میزنی. تو چه چشات سیاه حرف هم میزنی پر رو؟ من نمیدونم دیگه، آدمایی رو انصافا دیگه تحقیرشون بکنی تکون میخورن. بگه متعدد تونسته رو ترک کنه، بهش گفتم چی؟ گفت یه بار خیلی دیگه تحقیر شدم. گفت بهم برخورد. چی کار باید بکنه غرب با ما اینقدر تغییری؟ چی کار بکنه که به اون برام یه ده تکون بخورم؟ چه بلایی سرم، چه فوشی باید بده؟ نمیدونم بدبخت باید چی کار کنه نکردن. A terrorist nation. ترامب اومده میگه شما ملتتون تروریسته. وندی شرمن میگه ژن ایرانی ها مشکل دارد. میگه شما ایرانی دوچار اختلال ژنتیکید، پدر سوختگی تو ژنتیک شما ایرانی هست. چی باید بگه؟ یه دو تکون بخورن خدا وکی چی باید بگه؟ مثلا یه فوش ناموسی باید بدن؟ اون یکیشون برگشت گفت حیوان نسبت داد به ایرانی ها، حیوان خودش رفت جد آبادش. توهین نیست این؟ نتانیاهو باید دیگه چیکار کنه؟ آمریکا اسرائیل مثلا چیکار کنه؟ بعد قاطی میکنه دیگه، کسی که تنظیماتش ریخته به هم هر دریوری میتونه به خوردش بده. اما حواسش جمع کنه، جایگاه خودش ببینه. ببین یا شما در طول عمرتون 30 سال میرید مثلا معلم میشید، چند تا آدم دانش آموزتون میشن؟ 10000 تا، نمیدونم ضرب تقسیم نکردم، حساب کتاب با خودتون چقدر؟ 300000 تا. یا خدا، یا 300000 بار بهشت میرید یا 300000 بار جهنم. خودتون یا 300000 بار بهش یا 300000 بار چی؟ یعنی برای همین شغل پیغمبر هست دیگه. اصلا همه پیغمبر ها مادن کار فرهنگی کنن، مادن آدم تربیت کنن، برای جنگیدن این چیزا نیومدن. جنگ هم کنارش پیش میومده، مجبور بودن. کل جنگ های پیامبر ما تو 23 سال کی میدن چند تا کشته داشته؟ از نه فقط شهدای خود اسلام ها نمیگم، از اون طرفی ها بگید 1300 نفر. میدونستی؟ آی محمد پیغمبر شمشیر است. بعد تازه ما نشستیم جمع زدیم، نه به شما بگیم، تمام بد جمع زدیم عمدن. میدونی چی؟ مثلا نشسته تو این جنگ 20 تا رو کشتن، تو اون جنگ 80 تا، ما 80 تا رو جمع زدیم، ماکسیموم ها رو جمع زدیم چه 1300 تا. فقط یه رقمش اگر قبول نداشته باشی به یکی دیگه عمل بکنی 700 تاش میپره، فقط یه رقمش خیبر. چون 700 تا کشته یهودی‌ها در خیبر معلم مناقشه سیره ابن اسحاق آورده، یکی از یهودی‌ها خودش جز ناقلان حدیثه. مظلوم نمایی هم یهود معروف بوده به مظلوم نمایی. معقول هم نیست 700 تا رو کشته باشه، نمیشه. 700 تا رو دادن گردن زمین میشه. من یه بار یه جلسه سخنرانی کردم راجع به در رد همین،
فقط یه رقمش بپره یوی 1300 تا 700 تاش خالی شد. 23 سال 1300 تا یه حمله کرده به عراق، رفته تا الان 1 و 200 کشته داشته، 1 میلیون و 200 هزار تا. گفته دنبال سلاح کشتار جمعی هم پیدا شد؟ نه. میگه پکو یا ما فهمی هم سلاح کشتار جمعی داره. بعد اون تروریست نیست. ترامپ داره به نتانیاهو، به اوباما و اون هیلاری کلینتون میگه شما دوتا داعش رو ساختید. یعنی خودش تو رقابت انتخاباتی اینا همدیگه لو دادن. گفت تو داعش رو ساختی. و کی تروریسته؟ FATF در اولین جواب کجا اجرا بشه؟ آمریکا والا. پولا رو چجوری میرسونی به داعش؟ عربستان چجوری اسلحه رو میرسونی به داعش؟ نه با اونا کار نداره. از اونا هیچ سالم. اما من و تو میپرسن این پوله خرج فلان نهاد نظامیتون شد یا نشد؟ پول نفتتون نباید بشه. اینا پول بهتون نمیده. حالا چرا پس بعضی ها قش و ضعف میکنن؟ این بعضی ها همونان که از بدترین فشار هم که میخورن گار نگاه تکون نمیخورن. من چون وقت تموم شده دیگه، نزدیک ظهر منم به برسیم جلسه تهرانمون. سوالم که پرسیدید، نقش معلم ها رو که گفتم، FATF هم که توضیح دادم، با این مجلس میشه چیکار کرد؟ سوال آخرتون که خیلی ساده، شفافیت. وقتی شفافیت اجرا بشه، نماینده بدونه پولش از کجا میاره، درسته یا نه؟ دو، چجوری خرج میکنه؟ سه، تو مجلس چه حرفایی میزنه شفاف، همه بشنونا، تایپ شه بیاد بیرون، بعدم اتون بریم بخونیم. به چه چیزی رأی آره میده، چه چیزی نه. شما منافقم بفرستی نمیتونه خطا کنه، چون زیر نظره. این میشه همون ساختار سازی. بعد با هر 15 تا نماینده میتونه قوانین خوب تصویب کنه، چون برای بردن یه طرح به مجلس چقدر نماینده باید امضا میخواد؟ 15 تا. آقا حقوق و دارایی مسئولین 15 تا امضا. ببینم وقتی رأی قرار شفاف بشه کدوم نماینده جرئت میکنه بهش بگه نه؟ دیگه اون آدم تو خیابون نمیتونه راه بره، چون خودش میشه دوست. همین چی شد؟ برای اینه بنده 5 سال دست گذاشتم رو شفافیت، کوتاهم نمیام. آخرین نظرسنجیم که تلویزیون کرد بین موافقین و مخالفین شفافیت، من نمیدونم اینا چه روی دارن به عنوان مخالف شفافیت. من تلویزیون به قرآن خیلی رو میخواد. 97% مردم رأی دادن به تو نظرسنجیش به شفافیت. یه مخالف هم آخر برش میدونم بله البته خوبا، روید نمیشه دیگه بری تو خیابون. میره چرا مخالفن؟ یک کلام، سخت میشه کار براش. الان این نماینده میتونه مجلس میگه امروز چیه، چی دستور کاره، آقا میخوان رأی بگیرن راجع به فلان، چی به چیه، چی شده الان، کی حرف زده، کی حرف نزده، اینا حاضر قایبشون هم که مخفیه دیگه، نمیدونیم ما نماینده ما نمیدونه به صندلی هست یا نه. عراقی ها میدونن، افغانستانی ها میدونن، بحرینی ها میدونن، نگفتم آمریکا، اروپا. بعد میگه چرا به چی رأی بدیم، به نظر کمیسیون چی گفته، رأی بزن بره. الان تازه الکترونیکی که قبلا جا هم رأی میدادن، دکمه بود تون تون یاری میده، یه 3 نفر خالی تون تون دکمه اونا رو میذاره. وضعیه. بعد شاکی شدم، آقا میاد جای من، آقا اجازه این میاد دکمه ما رو میزنه، دفتر ما رو خط خطی میکنه. خب آقا بیاد الکترونیکیش کنم نتونه دکمه رو بزنه. راه این نیست، راه اینه که رأی شفاف بشه. او خودش هر روز میاد میشینه اونجا. بعد اگه این تر جواب نده، مردم میگن تو جزء کسانی بودی که پوستت کند است، حیثیت سیاسیت پشتشه. اما وقتی مخفی باشه درک جواب نداد. آها شما رأی دادید؟ نه من مخالف بودم. کنتور میندازه؟ نه الان که خالی میمنه. این میشه 225 تا نماینده میان امضا میکنن در شفافیتو، روزی که رأی میشه 55 نفر فقط بهش رأی میدن. یعنی 170 تا چی؟ دروغگو. 175 نفر دارای روحیه نفاق که بگی من این کارو میکنم بعد در عمل یه کار دیگه کنی. جز اینه؟ این شفافیت رو باید پیش ببریم، پیش بره ساختار سازی ما درست میشه. چون کجا ساختارا رو درست میکنه؟ اونجا که قانون درست میکنه. قانون ما کجاست؟ مجلس. حالا تازه میرسی به حرف اون پیرمرد 40 سال پیش، مجلس در رأس امور است. حرف امام خوب میدونست چی داره میگه. این دیگه اون وقت نمیتونن برن شام بدن، شناسنامه بخرن، خیلی کارا رو دیگه نمیتونن بکنن. اون موقع آدم شایسته میرن تو مجلس. الان هم کلی آدم خوب و شایسته داریم ما. اما یه دونه مثلا یه دونه آدم بعد هست اونجا مثل من رایفی پور بیاد کار کنه، دونه بنزینش بیرون. صلواتی نت بفهمم.